ببینید آیا این موافقه وقتی بسیار زیاده را گرفت، حالا چقدر وقت را در کانگرس در بر میگیره که برش رای بتن و آیا رای کافی برای تصویبش وجود داره یا خیر؟ خب اگرچه برخی از اعضای هر دو حزب در کنگرس در این مورد ابراز مخالفت کردند، لیکن رهبران هر دو حزب در کنگرس ابراز خوشبینی کردند و گفتند که آرای کافی به خاطر تصویب این سند توافق شده هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا وجود دارد. رئیس جمهور جو بایدن نیز روز گذشته از کنگرس خواست تا این سند را تصویب و تایید کنه و بعدا غرض فروشی دوباره به قصر سفید بفرستند. انتظار میره که این سند توافق شده روز چهارشنبه آینده یعنی پس فردا غرض رای گیری در مجلس نمایندگان پیشکش شود و بعدا به مجلس سنا فرستاده خواهد شد. توافقی که صورت گرفته میزان یا سقف قرضه حکومت بلند خواهد رفت، لیکن برای دو سال آینده یا در سال 2025 مصرفی غیر نظامی حکومت در حال خود باقی خواهد ماند و کدام افزایش چشمگیری را نخواهد داشت. سند یا در توافق که بین رئیس جمهوری ایالات متحده و کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان صورت گرفت، بایدن گفت که تصویب و تایید این سند از سوی کنگرس میتونه که مانع یک فاجعه بزرگ اقتصادی در ایالات متحده شود. در بلاتون که برای افزایش اختیار قرضه گرفتن ایالات متحده نزدیکتر شده می روید، ولی برخی از قانونگذاران امریکایی امیدوارند که این کشور با کمبود پول نقد روبرو نخواهد شد. کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان کنگرس در مصاحبه با فاکس نیوز از رسیدن به توافق با رئیس جمهور جو بایدن تمجید کرد. مسئولیت ماست تا مردم را از فقر بیرون کرده و برایشان زمینه کار را مهیا کنیم. مسئولیت آمدن اصلاحات را داریم. ما یک سقف را تعیین کردیم تا رئیس جمهور نتواند پول را به جا مصرف کند. ما کمتر از سال گذشته مصرف ممکن همه چیز را برای همه انجام نخواهد داد، اما این یک گام در جهت درست است. با وجود آن گذران از این توافق انتقاد کرده اند، ولی دستی جانسن یک تن از قانونگذاران جمهوری در صحبت با CNN می گوید که از چندین قانونگذار برجسته محافظه‌کار شنیده است که به طرفداری از این توافق رای خواهند داد.